پاپ فرانسیس در طولانی ترین سفر در دوران رهبری خود بر کلیسای کاتولیک وارد اندونزی شد. وی در این سفر بر رواداری بین ادیان به ویژه در اندونزی که پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان است تاکید خواهد کرد. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می کنم. پاپ فرانسیس در آغاز سفرش به چهارمین کشور آسیایی و اقیانوسیه روز سه‌شنبه 13 شهریور وارد اندونزی پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان شد. هواپیمای پاپ فرانسیس نزدیک ظهر به وقت محلی در فرودگاه بین المللی جاکارتا به زمین نشست. او با صندلی چرخدار از هواپیما خارج شد و توسط وزیر امور دینی اندونزی مورد استقبال قرار گرفت و سپس برای استراحت به سفارت واتیکان در اندونزی منتقل شد. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی نیز ضمن استقبال از پاپ فرانسیس در بیانیه اعلام کرد اندونزی و واتیکان تعهد یکسانی برای تقویت صلح و برادری و همچنین تضمین رفاه بشریت دارند. پاپ فرانسیس با انتخاب این کشور به عنوان نخستین مقصد سفرش قصد دارد علاوه بر دیدار با کاتولیک های اندونزی از سنت مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان مختلف در این کشور هم تجلیل کند. پاپ فرانسیس در طول این سفر 12 روزه نزدیک به 33,000 کیلومتر سفر خواهد کرد و در بیش از 40 رویداد حضور خواهد یافت. رهبر کاتولیک های جهان با گروهی از پناهجویان، آوارگان و بیماران نیز دیدار کرد. پاپ علاوه بر ملاقات با چهره‌های سیاسی، با مقام‌های کلیساها و رهبران جامعه 8 میلیون نفری کاتولیک‌های اندونزی هم دیدار خواهد داشت. توجه به محیط زیست و شرایط اقلیمی، تلاش برای کاستن از منازعات و توسعه اقتصادی مبتنی بر اخلاق به عنوان سرفصل‌های اصلی سفر رهبر کاتولیک‌های جهان اعلام شدند و موضوعاتی است که در سخنرانی روز چهارشنبه او در جمع مقام‌های رسمی اندونزی هم مورد تأکید قرار گرفت. مهمترین بخش سفر پاپ فرانسیس به اندونزی در روز پنجشنبه با حضور در مسجد استقلال خواهد بود. در این برنامه تعامل ادیان با حضور نمایندگان 6 مذهب رسمی اندونزی شامل اسلام، مسیحیت، کاتولیک، مسیحیت پروتستان، بودایی، هندو و کنفوسیوسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مسجد استقلال بزرگترین مسجد جنوب شرقی آسیا است و در ذیلی از یک میدان و درست روبروی کلیسای جامع جاکارتا واقع شده و از طریق یک تونل زیرزمینی به نام تونل دوستی هم به آن متصل است. قرار است پاپ فرانسیس به همراه نصرالدین عمر امام جماعت این مسجد و در آستانه امضای یک بیانیه مشترک از این تونل دیدار کند. فاصله اندک این مسجد و کلیسای جامع اتفاقی نبوده، بلکه آمدانه و به عنوان نشانه ای از مدارا و آزادی مذهبی مورد تاکید در قانون اساسی اندونزی اینگونه طراحی شده است. پاپ فرانسیس سفر خود به اندونزی را روز پنجشنبه با برگزاری یک مراسم عبادی در استادیومی در جاکارتا به پایان خواهد رساند که انتظار می رود بیش از 80,000 مسیحی در آن شرکت کنند. از حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از شهر مشهد مقدس پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. جناب جمشیدی خراسانی سلام، وقت شما بخیر. بنده هم خدمت شما و بیننده های محترم شما عرض سلام دارم. جناب جمشیدی خراسانی، با توجه به سفر پاپ به پرجمعیت ترین کشورهای اسلامی، لطفاً در رابطه با ضرورت گفتگو میان ادیان و مذاهب و زندگی مسالمت آمیز در عصر حاضر توضیح بفرمایید. خواهش میکنم. حرکتیشون حرکت بسیار خوب و پسندیده هست. ای کاش که بزرگان دینی اسلامی هم اینطور حرکتی رو داشته باشن که بعضا هم دارن. عنایت بفرمایید، ما اگر که بخوام بحث گفتگوی بین ادیان رو داشته باشیم،
خب یک حوزه احکام هست که هر دینی احکام خاص خودش رو داره، و اگر هم بخوایم سراغ عقاید بریم، خب هر کدوم از ماها هم عقاید خاص خودمون رو داریم. حتی مسلمان ها اختلافات عقیدتی خیلی زیادی با هم دیگه دارن. من فکر میکنم یک محوری هست که تمامی ادیان میتونن حول و حوش اون با هم دیگه گفتگو کنن، و اونم اخلاقه. آیه قرآن هم فکر میکنم تأکید داره رو همین، قالت الیهود لیست النصارا علی شی و قالت النصارا لیست الیهود علی شی، یعنی این اونو رد میکنه، اون هم اینو رد میکنه. خداوند میگه این اختلافات رو بذارید کنار، ما بریم سراغ مشترکات خودمون، ببینیم چه چیزی ماها رو به همدیگه نزدیک میکنه. آنچه که ماها رو به همدیگه نزدیک میکنه اخلاقه. اگر ما سراغ مقوله های اخلاقی بریم، تو مقوله های اخلاقی نه تنها بین ادیان، حتی با دیگران هم میتونیم به تفاهم برسیم. لذا حرکتی که ایشون انجام داد حرکت بسیار خوبی هست، و من فکر میکنم اسلام هم با توجه به اینکه پیامبر ما رحمت للعالمین هست، این حرکت رو تاکید میکنه. اگر محور و مدار ما بر اخلاق باشه، اصلا انبیا برای همین آمدن که انسانها رو از اون حیثیت و حالت حیوانیشون در بیارن و اینها تبدیل بشن به انسانهای برتر، انسانهای متعالی. و اونی که ماها رو تعالی میبخشه، اونی که ماها رو بالا میبره و به ماها عظمت میبخشه اخلاقه. من فکر میکنم اگر بریم سراغ گفتگوی بین ادیان و این گفتگو و محور و اساسمون اخلاق باشه، خیلی از مسائل ما میتونه حل و فصل بشه. بله، ممنونم. با تشکر از حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد مقدس که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند.